نه عادلانه بود جهان پیش از آن که ما به صحنه دراییم سلام خدمت همه شما دوستان خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما عزیزان هستم دانشجویان عزیز اساتید بنده راجب بحث فکت فولنس و واقع نگری صحبت شد راستش خیلی علاقمند هستم به این کتاب به چند دلیل یکی این که توی این کتاب به حالا غیر از واقع نگری در واقع بر اساس همین واقع نگری بر چند تا موضوع رو و چند تا مهارت رو برای همه ما در واقع به بوته آزمایش میذاره یکیش که مهمترینش هست تو بحث مهارت های نرم که خیلی بهش علاقه دارم تفکر پرسشگران است. این که ما هر چیزی رو که میشنویم و میبینیم یه علامت سوال روش بذاریم به خصوص امروز و این روزها در شبکه های اجتماعی هر چیزی رو منتشر نکنیم اول بپرسیم این از کجا آمده چه کسی تحقیق کرده مثلا من همین به بحث کرونا دیدم نوشته که پروفسور سمیعی اینو گفت کجا گفت پروفسور سمیعی متخصص مغز و اعصاب به این اصلا اصلا همچین چیزی گفته یا نرفته نگفته تو صفحه رسمیش اصلا همچین چیزی بوده یا نبوده و بعد خیلی راحت منتشرش میکنیم دیگرانی هم که شاید اطلاع چندانی ندارن همون رو به عنوان یک معخذ و یک منبع میبینند و شاید بهش عمل هم بکنن یا همونجور که دوستان گفتن این که یک روز میبینیم که شیر سرطانزاست یک روز میبینیم که نه شیر برای سرطان خوبه کدومش درسته پس تفکر پرسشگرانه به نظر من یکی از مهمترین مهارت های نرمی است که تک تک ما بایستی که در واقع در خودمون تقویت بکنیم در کنارش چیزی که در این کتاب خیلی به نظر من مهم هست بحث نگرش و مدل ذهنیه. باز این هم یکی از اون محارت های نرم هست. خانم کرول دویک در کتاب مایندست خیلی قشنگ این مدل های ذهنی رو بررسی می‌کنه و به دو بخش تقسیمش می‌کنه: مدل ذهنی فیکس و مدل ذهنی گروز مدل ذهنی ثابت و مدل ذهنی رشد که من دوست دارم بهش بگم مدل ذهنی یادگیرنده. اینکه ما از تجربه های خودمون و از چالش های خودمون یاد میگیریم یکی دیگه از بحث هایی که تو این کتاب خیلی مهم هست که البته آقای دکتر جعفری هم اشاره کردن که کتاب های دیگه هم راجع به این هست بحث تصمیم گیری هست و خطاهای ذهنی ما در تصمیم گیری این هم باز یکی از مهارت های نرم هست که حالا بعد نیست اشاره بکنم به کتاب هایی که البته ایشون هم اشاره کردن یه بار دیگه مرور بکنیم هنر شفاف اندیشیدن یا نابخردیهای های پیش پذیر کشرفداری، همین واقعیت و یا کتاب آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است که اتفاقا حالا هم خیلی از اینها رو در همین برنامه کافه کشفی که آقای دکتر جعفری هم اشاره کردن ما بررسیش کردیم مجموع همه اینها من رو علاقمند میکنه به این کتاب و به خصوص بخش ترسش حالا مطلبی که دیروزم تو اینستاگرام گذاشتم همین بود که تو این کتاب اشاره میکنه که ترسناک با خطرناک متفاوته خطرناک اون چیزی است که واقعا اتفاق میفته و ما در معرضش هستیم اما ترسناک اون حسیه که ما داریم اما خیلی وقتها میترسیم اما خطری وجود نداره و بتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم و حالا میخوام از همه این صحبت هایی که تو بحث های پزشکی شد برسم به زندگی شخصی تک تکمون من کوچ هستم کوچ توسعه فردی و خیلی از مراجعانی که پیش من میان موضوعشون یکی این هست که من یک رشته تحصیلی رو دارم میخونم دوستش ندارم اما تغییرش هم نمیدم وقتی که با هم صحبت میکنیم به چی میرسیم به یک ترس من در یک شغلی هستم مدیرم وضعیتم هم خیلی خوب از لحاظ اجتماعی از لحاظ حقوقی از لحاظ مالی و دیگران هم خیلی قبطه میخورند به من اما من اینو دوست ندارم و حالم خوب نیست چرا تغییرش نمیدی؟ باز صحبت میکنیم صحبت میکنیم اینا در ناخودآگاه ماست و من نمیدونم ولی در به مرور و با صحبت به این میرسیم که ترس و این ترس ها چه جور ترس هایی است سه نوع ترس رو من دیدم و شنیدم توی این جلسات یکیش ترس از از دست دادن وضع موجود این که اون چیزی که الان دارم رو نکنه از دست بدم باز میخوام همه اینها رو با اون تفکر پرسشگرانه بیایم و مرورش بکنیم که از از دست بدی چی میشه یعنی سؤال بپرسیم از خودمون اگه از دستش بدم چی میشه بعد یه ترس دیگه ترس از ناشناخته است یعنی اونجایی که میخوام برم کجاست نمیدونم حالا اینجا سوالی که هست اینه که ورس کیس سناریو رو بیاریم بدترین حالت ممکنش چیه در نتیجه به سومی میرسم ترس از شکست و این سه ترس سه تا ترس عمده ای هست که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم در انتخاب در تصمیم هامون. و نتیجهش چیه بیعملی، انفعال خیلی از اقداماتی که دوست دارم انجام بدم رو انجام نمیدم به دلیل همین ترس ها. و در نتیجه در اون منحنی یادگیری یادگیری رو به معنی تغییر در رفتار و عمل کرد من معنا می کنم در اون منحنی یادگیری من در مرحله اولش هستم در منحنی یادگیری ما من چهار مرحله داریم مرحله اولش عدم صلاحیت ناخداگاه یعنی نمیدانم که نمیدانم و وجوه بیرونیش و ابرازش میشه انکار ترس مقاومت یعنی یا من میگم که این مهارت رو یا این تغییر رو یا این کار رو نیاز نیست که انجام بدم یا میگم بلد نیستم که انجام بدم من که نمیتونم اینجا که ایران نمیشه در شرکت من که نمیشه و همه اینها اون انکارها و اون ترس هاست که مانع از اقدام ما میشه و تا وقتی که من نتونم مدل ذهنی رو به مدل ذهنی یادگیرنده ارتقا بدم که اتفاقا خیلی از این موضوعات رو به نظرم در این کتاب ذهن تقابل پذیر روش صحبت شده که پیشنهاد می کنم حتما مطالعهش بکنید تا وقتی که من نتونم اون رو به مدل ذهنی یادگیرنده ارتقاش بدم هیچ اتفاقی در زندگی من نخواهد افتاد و ترس ها خیلی وقت ها فلج کننده هستن دوستان فقط خواستم این رو با شما به اشتراک بگذارم که خیلی مراجعانی میان پیش من و این ترس ها هست و خیلی وقتا این ترس ها رو نمی بینند و اقدام هم براش نمی کنند ماجرایی نیست که من این ترس ها رو سرکوب کنم یا کنترلش کنم اولین کاری که باید بکنم اینه که باش مواجه بشم ترس های خودم رو باید ببینم مثل بچه کوچکی که از تاریکی می بحثی که در واقع نگریم هست اینه نگم بهش نترس او داره میترسه از تاریکی میترسه میگه اینجا یک هیولایی هست اشکالی نداره چراغ رو روشن کن بگردیم دنبال هیولا و واقعیت رو ببینه پس با حیجان هامون ما باید درست مواجه بشیم در نتیجه پیشنهادم این هست که شناسنامه ی حیجان ها برای خودمون داشته باشیم برای ترس هامون برای استراب هامون کجاها ترس به من حاکمه از چه چیزهایی میترسم در چه شرایطی میترسم و این ترس باعث چه واکنشی یا چه اقدامی در من میشه و این واکنش و اقدام چقدر برای من مفید و کارآمد هست یا نیست ما چیز درست و غلطی نداریم در ترجیحات شخصیمون بلکه بحث مناسب و نامناسب و کارآمد و ناکارآمد داریم یعنی این ترس و واکنشش برای من ممکنه کارآمد باشه برای شما ممکن کارآمد نباشه پس هیچ حکم کلی هم نمیتونیم در برای دیگران بدیم هیچ قضاوتی هم نمیتونیم بکنیم اما برای خودمون میتونیم یه بررسی بکنیم آگاهانه خودمون رو بیشتر ببینیم و ببینیم که این هیجان هایی که باش مواجه هستیم چقدر برامون کارآمد هست و چقدر کارآمد نیست جمع میکنم با شعری از شاملو که میگه از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر نه به هیئت گیاهی نه به هیئت پروانه نه به هیئت سنگی من به هیئت ما زاده شدم به هیئت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم تا غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستانی از این دست از توان درخت و پرند و صخره و آبشار بیرون است انسان زاده شدن تجسد وظیفه است خوب باشید